فلیپیان فصل سوم. دیگر این که ای برادران من در خداوند شادمان باشید. از نوشتن و تکرار آنچه قبلا نوشته بودم خسته نمی شوم. زیرا می دانم که این برای امنیت و سلامتی شماست. از آن سگها و کارهای پست ایشان و آنانی که برای سنت یعنی بریدن عضوی از بدن اصرار دارند احتیاط کنید. زیرا ما دارای سنت واقعی هستیم نه آنها. زیرا ما به وسیله روح خدا را می پرستیم و به مسیح افتخار می کنیم و به امتیازات ظاهری اعتماد نداریم. اگرچه من حق دارم که به این برتری ها تکیه کنم، اگر دیگران گمان می کنند که حق دارند به امتیازات ظاهری تکیه کنند، من حق بیشتری دارم. من در هشتمین روز تولد خود سنت شدم و به طور مادرزاد اسرائیلی از قبیله بنیامین و یک عبرانی اصیل هستم. از لحاظ رعایت شریعت پیرو فرقه فریسی بودم و از لحاظ تعصب به کلیسا آزار می رسانیدم و مطابق معیارهای شریعت من یک مرد بی عیب شمرده می شدم. اما هرچی به نفع من بود آن را به خاطر مسیح ضرر شمردم. علاوه بر این همه چیز را به خاطر امتیاز بسیار ارزنده تر یعنی شناختن عیسی مسیح خداوند خود زیان می دانم. در واقع من به خاطر او همه چیز را از دست دادم و همه چیز را هیچ شمردم تا به این وسیله مسیح را به دست آورم و کاملا با او متحد شوم. من دیگر به عدالت خود که از انجام مقررات شریعت آید می شود تکیه نمی کنم، بلکه به وسیله ایمان به مسیح دارای عدالت شدم. این عدالت بر ایمان استوار است و از خدا سرچشمه می گیرد. یگانه آرزوی من این است که مسیح را کاملا بشناسم و قدرت قیامت او را در وجود خود درک کنم و در رنجهای او شریک گشته و در مرگ او همشکل او شوم، به این امید که من نیز بر رستاخیز از مردگان برسم. من نمی گویم که قبلا این را به دست آوردم و یا به کمال رسیدم، بلکه آن را دنبال می کنم تا به چنگ آورم، همانطور که مسیح نیز مرا به خاطر آن به چنگ آورده است. ای برادران، من ادعا نمی کنم که تا به حال آن را به چنگ آوردم، ولی تنها کار من این است که آن چرا در پشت سر من قرار دارد فراموش کنم و برای رسیدن به آن چی در پیش است بکوشم. مستقیماً به طرف هدف می دوم تا جایزه را که شامل دعوت خدا به یک زندگی آسمانی به وسیله عیسی مسیح است به دست آورم. پس همه ما که روحاً بالغ هستیم باید چنین طرز تفکر داشته باشیم و اگر شما فکر دیگری دارید خدا این را هم به شما آشکار خواهد ساخت. در هر حال ما باید مطابق حقیقتی که یافتیم زندگی کنیم. ای برادران، همه شما از من سرمشق بگیرید و به کسانی که از نمونه ما پیروی می کنند نگاه کنید. بارها این را به شما گفتم و بار دیگر آن را با اشک خود تکرار می کنم که عده زیادی طور زندگی می کنند که گوی دشمنان صلیب مسیح هستند. آخر و عاقبت آنها حرکت و خدای ایشان خواهش های جسمانی آنهاست و افتخاراتشان در رسوایی و شرمساری است. افکار خود را به چیزهای دنیوی مشغول می سازند. اما ما تابع کشور آسمانی و منتظر آمدن عیسی خداوند هستیم که به عنوان نجات دهنده از آسمان می آید. او طور بدنهای ضعیف و فانی ما را تغییر خواهد داد تا به بدن پرشکوه او شباهت یابد و این کار را با قدرتی که همه چیز را تحت فرمان او می آورد انجام خواهد داد.